رئیس جمهور ترامپ در توییتر خود با کلمات درشت است پیروزیش بعد از اعلام نتیجه نهایی تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری سال 2016 استقبال نمود. در حالی که دموکرات ها گفتند که کمیته استخبارات کانگرس تحت رهبری جمهوری خواهان در دفاع از آمریکا بدون انجام تحقیقات جدی روی این پروسه ناکام ماندند. مایک کانوی عضو کانگرس آمریکا از ایالت تگزاس مسئولیت تحقیقات را بر عهده داشت و میگوید کمیته استخبارات کانگرس بعد از این هیچ شاهد دیگر را مورد بازجویی قرار نمیدهد و گزارش 150 صفحه‌ای را امروز در اختیار دموکرات ها قرار میدهد. کانوی میگوید هیچ نوع شواهدی در مورد دخالت روسیه وجود ندارد، اما قضاوت های نادرست و ملاقات های نامناسب میان افراد مرتبط با ترامپ صورت گرفته است. این گزارش در تضاد با یافته‌های استخبارات آمریکا قرار دارد که نشان می‌دهد پوتین نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری را ترجیح داده است. کمیته استخبارات مجلس سنا همچنان دخالت روسیه را مورد تحقیق قرار داده است و قرار است گزارش دو حزبی را در مورد مصونیت انتخابات در هفته‌های آینده نشر نماید. تحقیقات کانگرس جدا از تحقیقات جنایی رابرت میولر یک سال و نول ارشد آمریکاست. سه کمیته کانگرس آمریکا در حال حاضر در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و تماس‌های دستیاران ترامپ با روسیه تحقیقات می‌نمایند، ولی رئیس جمهور ترامپ مکرراً این اتهامات را رد کرده است و آن را بی‌بنیاد خوانده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.